سلام، چطورید؟ امروز اومدم که یه سری حقایق دیگر رو رو بکنم. بله، میخوام یه سری مواد غذایی با هم دیگه تست کنیم ببینیم که واقعا درسته، یعنی واقعی اون مواد غذایی که نه چرتو بردم به خورده اومیدن و اسکلمون کردن سر کارمون گذاشتن یا دروغ گفتن دیگه. فکر کنم اگه این چیزایی که من الان تو این ویدیو قرار انجام بدم واقعی باشه، خیلی تو زندگی عادی به دردمون خواهد خورد. پس حتما ویدیو رو تا آخر نگاه کنید، خوشتون اومد لایک کنید، سابسکرایبم نگید، سابسکرایب کنید دیگه. حالا بریم سراغ اولیش. میخوایم بستنی رو تست کنیم، بستنی که هممون خیلی دوست داریم. به به چه چه اونو خیلی حال میده. ممکنه که فیک باشه. چجوری؟ لیمو میزنه بهش، کف میکنه، میگه اگه کف کرد توش پودر لباسشوییه؟ توی بستنی یعنی چی پودر لباسشویی؟ نفهمم. قلبم میگیره ها، من طاقتشو ندارم. من حالا دو مدل بستنی خریدم، میرم میارم لیمو میریزمش ببینیم چه اتفاقی میفته. لیمو آوردم و دو عدد بستنی. این بستنی نسبتاً گرونه، این بستنی خیلی معمولی تره، یعنی قیمتش خیلی ارزون تره. حالا میخوام تستش بکنم که ببینم کدوم از اونا داره یا نداره. ببین یعنی نمیشه آقا، ولی پودر ماشین واسه بزنم توش که من مسموم شیم بمیریم. شاید حالا یه ماده دیگه یه اینی نوشته جذب داد. حالا تست کنیم دیگه. اول اینو تست بکنیم ببینیم که اینی که ارزونه چیه. لیمو داره میپاچه تو در و دیوار. خب اتفاق نیست که قرنیز بیفته. خب حالا الان گرونه چیز چیه؟ کف کنه. این چه اتفاق نمیفته؟ بیشتر لیموی زیاد میشه اتفاق قرنیز بیفته؟ واقعا؟ جدن؟ آفرین. نه واقعا آفرین، اصلا توقع نداشتم که هیچ اتفاقی نیفته. واقعا هیچ اتفاق نیفتاده، فقط یه ذره داره آب میشه دیگه، که اینم طبیعیه. حالا ببینید هیچ گفتم بستنی های اینجا جنسش خوبه آقا، خیلی جنسشون خوبه. با خیال راحت میشه الان این بستنی ها رو میل کردم. اینا که نه روشون دیمو زدیم به فنا رفته، ولی شما میتونید بستنی تو خونتون رو تست کنید. اصلا میتونید به مامانتون میگه بیاد این ویدیو رو نگاه کنه، بعد ببینیم ما چه ویدیوی مفیدی داریم درست میکنیم. فقط چرت و پرت و مسخره بازی نداریم، این درس زندگی دارم میدم بهتون. نوبتی هم باشه، نوبت پنیر عزیز دلم. من خیلی پنیر دوست دارم، یعنی ده برابر بستنی من پنیر دوست دارم، پنیر خور اعظمم. میگه که پنیر رو اینجوری فندک بگیر زیرش، اگه سوخت یعنی مواد نگهدارنده داره، خیلی روش کار بیخودی انجام دادن. اگه آب شد یعنی پنیر طبیعی و سالمه. حالا باز من میام دو مدل پنیر بیارم. اینجا خیلی پنیر خورم، باید پنیراشون خوب و گوزل باشه. تست کنیم ما هم چی میشه. قبل اینکه برم پنیرها رو بیارم بذار اینو بهتون نشون بدم. بچه یکم که گذشت میبینید کف کردیم، بستنی ارزون تره، ولی اینی که گرون تر بود فقط همجوری آب شده، یه مایه تشه، یعنی حالت کف نداده. یعنی این بستنی مزخرفیه، توش مواد شوینده داره، من نباید بخوریم دیگه. شما حتما بستنیتون رو تست کنید. من یکی که دیگه بستنی نمیخورم، برم پنیرم میارم آقا. منو جو گرفته، عکس زدم، میخوام آزمایش های علمی خفن بکنم. دو مدل پنیر رو بردم، فندک رو بردم و یه چیزی که پنیر پنیر رو باش بگیرم. اینجا به پنیر میگم پنیر، درستی؟ حالا بدونید دیگه اگه نمیدونستید. میخوام ببینم که کدومش میسوزه کدومش آب میشه. آقا با این بگیرم اینم میشه. چه چسبیدی نمیخواد بسوزه. فکر کنم این یه ریگی به کفششه آقا، این یه ریگی به کفششه که اینجوری میکنم. بذار ببینم، فکر کنم اصلا نمیتونم با این بگیرمش چون داره پاره میشه. چرا اینجوریه پنیره؟ آقا این پنیره مشکل داره. حالا ما اینو میگیریم اینجا، این چه اتفاقی میفته؟ یا خدا بچه این کار اگه انجام میدید خیلی مراقب باشید، چون به نظر کار خطرناکی میاد، مثل که داره میسوزه ها. شاید هم باید با فاصله میگرفت. آب بشی یا میسوزی؟ داره میسوزه بچه ها، احساس میکنم. این ورش هم بگیرم اونم چه اتفاق میفته. این پاره شد، پاره. این پنیر بعدیه فکر کنم بچه، یه بار دیگه امتحان میکنم، بهش فرصت میدم. بچه خوبی باشه آب بشه. آب نمیشی؟ نه خیر. آب نمیشی؟ آب نمیشه بچه، میسوزه فقط. این پنیر بعدیه، این پنیر رو نخورید، خیلی بچه بعدیه. تو رو کسافت بی تربیت. حالا این یکی، اون یکی به قیافش میخوره، ارگانیک تر طبیعی تر میشه، بیشتر شاید پنیره تا اون میدونی، اون انگار خیلی روش پروسس شده است. اینم آب میشی؟ این داره آب میشه بچه ها.
نگاه کنین حالت آب شدن داره، میترسم بچکه فقط. نچکی روم، رومن که قطعا نمیریزه ولی خب رومیزم نریز. نگاه کنین داره آب میشه قشن، داره آب میشه دیگه. آره دیگه نگاه، این آب داشت میشد، اون یکی سوخت، این داشت آب میشد. آقا نمیدونم واقعا حالا این چیزایی که الان من دارم میبینم و انجام میدم واقعیه یا نه، ولی اگه واقعی باشه میگم خیلی به درد بخوره. کسی اگه اطلاعات علمی داره از این مسئله و میدونه که اینا که من تست کردم واقعیه یا نه، حتما تو کامنت ها من بگی منو روشن کنه. ولی من از بعد همیشه پنیرها و بستنیامو تست میکنم. شما تست کن. کلا امروز تصمیم گرفتم چیزایی که خودم خیلی دوست دارمو تست کنم و اون چیزی نیست جز ای گفتید آیتم بعدی چیه؟ نه پیتزا نیست، قهوه. من عاشق قهوه ام و قرار قهوه رو تست کنم. میگه قهوه رو اگه بریزی رو سطح آب عادی بعد همینجوری مثلا باش قاطی بشه، یعنی بره پایین، قهوه خوبی. اگه رو سطح آب بمونه قهوه بدیه. برم یه دو مدل قهوه بیارم تست کنیم ببینیم قهوه خوب چیه قهوه بد چیه. من اصلا کلا داره قلبم میشکنه تو این ویدیو اگه من چیزای بد خورده باشم. دو مدل قهوه آوردم، یه قهوه که از عطاری گرفتیم، یه قهوه که بسته‌بندیه و نسبتاً چیز معروفیه. خب حالا میخوام این قهوه های عزیزو تست کنم. عاشق بوی قهوه، بوی زندگی میده. یعنی من هر موقع بوی قهوه به هم بخوره، هر ساعتی، هر تایمی دلم قهوه میخواد. یعنی قهوه نباید منو ناامید کنه، قهوه باید خوب باشه، قهوه باید همیشه به درد بخوره، سالم باشه، نه طبیعی باشه، هر چی. حالا بیام بریزیم تو این آبا. سلام. اینو بریزیم اینجا، این از این نریزی عزیزم، این مثل که داره میره پایین و مثل این که قهوه خیلی خوبیه. این چی؟ این هم بوش خیلی خوب بود، البته الان یه ذره درش باز مونده بوش رفته، یه رنگش روشنتره، کمتر رست شده سلطان قهوه و این تیره تره بیشتر رست شد. فکر کنم جفتشون قهوه های خوبی هن چون جفتشون داره قاطی میشه. آخ جون، یعنی از این مسئله واقعا شادم. یعنی ببین یه چیزی میگم یه چیزی میشنویم، من چه خوشگله قشنگ تابلو متاد قهوه هم نشستم دیگه با عشق اینو نگاه میکنم میگم به به چقدر خوشگله. خوشحالم که بچه های قهوه ها منو ناامید نکردن و منو رو سفید کردن. درسته پنیر قلبمو شکست ولی قهوه جبرانش کرد. قهوه اصلا عشق منه، زندگی منه. خود دیگه الان وقتشه که از عشقای خودم فاصله بگیرم و بریم سراغ قرصای ویتامین. میگه قرصای ویتامین رو بذاری تو فر، بعد هر کدوم که سوخت چیه؟ ببخشید نفهمیدم. هر کدوم که سوخت یعنی به درد نخوره، هر کدوم که نسوخت یعنی طبیعیه. برم یه سری ویتامین بیارم ببینم چی میشه دیگه. من اصلا کلا دارم باورم نسبت به زندگی عوض میشه. رفتم ویتامین رو بردم، سینی فر رو بردم و با هم دیگه امتحان کنیم. ویتامین ور بچه ها ویتامین ور، شما اینجا نیستید ولی مثلا شما اینجایید. نمیدونم چی دارم میگم. من احساس میکنم که این زیاد چیزی نیستش که جوابه، چون مثلا یه قرصایی مثل این خب آب میشه دیگه قطعا، و یه قرصایی که مثلا حالت گچی تور داره خب آب نمیشه مثلا مثل این. نمیدونم چی میگن اینا. امیدوارم که همه ویتامین هم طبیعی و به درد بخور باشه چون خیلی پولشون آمدن. حالا من اینا رو بچینم بچه ها، بعد برمزم تو فر و نتیجه رو بهتون نشون بدم. قرصا رو از تو فر در آوردم و این شد نتیجه. من واقعا الان هیچ آیدیایی ندارم که خب اینا خب ذوب شد. خب ذوب شدن آیا حسابه یعنی بده یا نه؟ خب طبیعتا اون چیزی که ژله‌ایه خب ذوب میشه دیگه. ولی این حالت کپسولی داشت مثل فارماتون تور بود. خب اینجوری شد، این سوخت، این هیچ اتفاقی براش نیفتاد، بغلش زده بیرون. نمیدونم اصلا هیچ آیدیایی ندارم که الان اینا سوختن محسوب میشه یا نمیشه. من موندم این وسط، نمیدونم. شما اگه میدونید منو روشن کنید که کدومش سوخته کدومش نسوخته که اونایی که سوخته رو بریزم دور. یه ویدیویی که ترکونده یعنی همه دارن تستش میکنن اینه که میرن 3 تا سایز سیب زمینی مکدونالد میگیرن بعد میریزن تو هم دیگه، همش اندازه اون کوچیک است. خب بعد اگه این کار با من کرده باشه من واقعا ناراحت میشم که ابعادش یعنی اینجوری باشه که همه اینجوری بشه و همش اندازه اون کوچیکه باشه، از ما بیشتر پول بگیره. دست بایستید. الو مکدونالد جان، اوچتان پاتاتیز گتیر میسین؟ ها تو دوست داری. تشکر در الان میارم.
پاتاتس هم موبون. خب حالا میخوام امتحان کنم دیدید چه ترکیم خوبه. این الان کوچیکشه، خب تو کوچیکش الان انقدر برامون ریختن و من اینجا دو سایز دیگه هم دارم، یه دونه متوسط یه دونه بزرگ. خب حالا میخوام چیکار کنم؟ این بزرگه رو خالی میکنم اینطور، ببخشید پاتاتسا، و میخوام که اینو بریزم اینطور. ببینم اول از همه اینو این انزه همه یا اینکه چی؟ یا اینکه نریز. ببخشید هول کردم. بایستانم اینایی که ریخ زمینم بذارم توش که قشنگ منطقی باشه. ببین حقیقتا اندازه هم نیست ولی خیلی نزدیکم، یعنی یه ذره، یه چهار تا دونه اینجا بریزی میشه اندازه بزرگش. میدونید احساس میکنم که سرمون یه ذره داره گول میماله ولی خب دقیقا اندازه هم نیستش. خب حالا این کوچیکه هم بریزم توی متوسطه ببینم چه اتفاقی میفته. میشه گفت که اندازه هم نیستش ولی خب خیلی فاصلش کمه دیگه، داره یه ذره عوضی بازی در میاره ولی خب دقیقا هم اندازه هم نیست ولی میشه گفت اندازه همه. نمیدونم نظر شما چیه بچه. این ویدیو هم تمام شد، امیدوارم که براتون مفید واقع شده باشه و در زندگی آیندهتون خیلی به دردتون بخوره. به درد من که فکر کنم خیلی بخوره، از الان قرار همه مواد غذایی رو تست بکنم. اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما ویدیو رو لایک کنید که من پارت دومش رو درست بکنم و بریم یه سری مواد غذایی دیگر با هم دیگه امتحان کنیم ببینیم که درستن غلطن اینا گندم اینا دارن یا ندارن دیگه. سابسکرایب اگه نکردید حتما چک کنید که سابسکرایب داشته باشید چنل منو، زودتر بشیم 3000 تا و 8000 تا 3000 تا رو بگیریم تا یه ویدیو دیگه خدمتتون.